شاه رپ فارسی آلبوم داد بچه، آلبوم نیروانا از رضا پیشرو. خوش اومدیم به چنل اسم حسام. بریم بدون مصری حرف اضافه نزنم، فقط یاد نره اگه تازه اومدی چنل حتما سابسکرایب بکنی، ویدیو رو لایک بکنی. رضا پیشرو نیروانا آلبوم موزیک ویدیوشو میخوایم ما هم دیگه ببینیم. 7 تا ترک بچه. اولین ویدیویی که از نظر خودم دوست داشتم نیروانا رو گوش کنم که اولین ترک آلبوم هست. بریم بدون مصری گوش بکنیم ترک رو، ببینیم چیه داستانش دیگه بابا. کیفیت صدا خیلی میزونه. بد باشه من نمیدونم. نیروانا هم بچه تنها نیروانایی که من میدونم خواننده بوده دیگه. خیلی با کیفیتیه، سین ها جذاب عوض میشه، کیفیت کار بالاه، اکتینگش هم واقعا هستم، اکتینگش خوبه، رنگا خیلی ترتمیز بچه ها، رنگای داخل موزیک ویدیو رنگ خیلی خوش. فاز موزیک ویدیو، فاز این ترک، موضوعش در واقع اینقدر عجیب غریبه داستانش که من فوکسم فقط میدونی روی موزیک ویدیو الان، یعنی میخوام داستان رو در بیارم که آقا داستان چیه. فاز رضا پیشرو فازش کلا الان رفته مثلا توی سیاره و توی چه بهشت و جهنم و یه فاز خیلی عجیب غریبی داره دیگه، میدونی کهکشانی و کهکشان راه نوری و ساعت های مثلا چه میدونم 666 و میدونی مثلا صحبتش با پوتک هم که خیلی میم دروش در اومده بود، میم شده بود، مثلا یه همچین فازش مشخص بود کاملا، یه عوض شده، یه داستان عجیبی و باز کرده، یه دید متفاوتی رضا پیشرو الان تو حالا موزیک تو زندگیش فکر میکنم به نسبت ما داشته باشه. تو این موزیک ویدیو تا الان من یه چیزی فهمیدم، داره یه چیزی رو دنبالش میگرده، الان لباسش رو تو خاک کرده، بعد خاکه الان دیگه کنده نمیشه که بتونه اون وسایل خودش که مربوط، یعنی انگار مثلا خودش رو داده به زمین، همونجوری که گفت من عشق میدم به زمین، زمین به من میده عشق. حس میکنم یه چیزی از خودش رو، یه چیزی از وجود خودش رو
در اختیار زمین گذاشته. چجوری میگن آقا تو به جن مثلا میتونی خودتو در اختیارش بذاری تو رو تسخیر بکنه؟ من احساس میکنم زمین این اتفاق الان برای پیشرو افتاده که نمیتونه الان پس بگیره اون خودش، اون یه نیمی از خودش رو که داخل زمین بوده. نمیدونم بچه ها، ولی داستان داریم. حالا شما بعدا برام پیشنهادتون بدید، نظرتون رو بنویسید اصلا چیه داستانش، چجوری هست، متوجه شدین متوجه نشدین، چی گرفتین ازش؟ ترکش سلیقه ای بود، خب ترک واقعا ترک فازی بود. تو باید تو یک فازی باشی که با این ترک به نظر من حال بکنی، لذت ببری. من نتونستم ارتباطی که باید رو بگیرم، خب. اما چیزی که الان نمیدونم، ببین مثلا داشته میگشته پیدا نمی کرده، گشته پیدا کرده، مثلا رفته بود خونه مثلا پیش عیسی مسیح، اونجا داشته داشت مثلا شاید میگفته که آقا تو رو خدا کمکم بکن، رفته غسل داده شده، در واقع لباس مثلا اونجوری پوشیده، رفته دنبالش گشته، دنبالش گشته پیدا کرده وسایلش. داستان داستان عجیبی بود، یعنی من داستانه رو گیج شدم راستیت. شاید بعد اون معنی نیروانا رو بدونی که من الان سرچ میکنم بذار ببینیم معنیش چیه دقیق که کمکی به ما بکنه دیگه. اون به معنی آخرین هدفه. در دیگه که وا شد برای فهمش این بود که اگر هدف رو بخواهی تو میتونی پیدا بکنی. میگه من هدفم رو شاید الان پیدا کردم، رضا پیشرو. یعنی من از وقتی که اومدم وارد اول مثلا داستان شدم نمیدیدم، گفت تو موزیک گفت دیگه، من انگار تا الان ندیدم نمیدیدمش. دنبال هدفت بری پیداش میکنی، مثلا اونو قایم کرده و لباس و ایناشو مثلا پیدا نمیکرد، الان رفت دنبالش گشت، دنبالش گشت، هدف رو اینجوری دنبال کرد، ترتمیز شاید دنبال کرد، گفتم پیدا کرد. ولی میگم باید خیلی توش فکر بشه، باید خیلی تو فضای رضا پیشرو بری الان که بتونی باهاش ارتباط بگیری بچه. به نظر من اینجوریه. ولی در مجموع دمش گرم، موزیک ویدیو خیلی با کیفیت و خفنی ردیف کرده بود، همه چیش ترتمیز بود، رنگا رو من خیلی دوست داشتم، رنگای موزیک ویدیو رو. دمش گرم. شما حتما نظراتی که دارین برام بنویسین بچه‌ها. مرسی که تو اینجا همراه من بودید. عشقیت تو بای.